سرخط خبرها، پیام عاجل رهبران شمال افغانستان به مردم افغانستان. طالبان در ننگرهار یک تن را به اتهام فروش کودکش بازداشت کردند. کابلوف نشست سازمان ملل در مورد افغانستان در نیمه دوم ماه جنوری برگزار می شود. و ذبیح الله مجاهد، داعش در افغانستان سرکوب شده. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. واکنش گسترده رهبران افغانستان به حمله کرمان. مقابله با تروریسم نیازمند اقدام مشترک منطقه‌ای است. حمله تروریستی امروز در ولایت کرمان ایران واکنش گسترده رهبران سیاسی افغان را به همراه داشت. جنرال دوستان، رهبر حزب جنبش ملی، ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی گفت پس از تحویل دهی افغانستان توسط آمریکا و از طریق یک معامله خائنانه و بر دلالی خلیلزاد به گروه تروریستی طالبان، تمام منطقه ناامن شده است. آقای دوستم گفت مردم افغانستان که سالها شاهد حملات وحشیانه طالبان جنایتکار بودند، پیشتر از هر کس درد ملت بزرگ ایران را حس می کند. وی تصریح کرد طالبان تروریست چتر همه تروریستان منطقه‌ای هستند. برای نابودی تروریسم باید چتر تروریسم فرو ریخته شود و کشورهای منطقه نیاز است تا مردم افغانستان را در این راستا همکاری کند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز وقوع انفجار در اجتماع مردمی در شهر کرمان جمهوری اسلامی ایران را که باعث شهادت و جراحات تعداد زیاد از مردم گردید شدیداً تقبیه نموده، این عمل تروریستی را جنایت ضد بشری و در تضاد با تمام اصول و ارزش‌های انسانی و اسلامی می‌داند. آقای کرزی مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده‌های قربانیان این حادثه وحشتناک و مردم و حکومت کشور دوست و برادر ایران ابراز نمود. حنیفه حتمر، وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان، حمله تروریستی در شهر کرمان ایران را نفرت انگیز خوانده و تقبیه کرد. وی گفت ملت بزرگ ایران در این حالت تنها نیست. مردم افغانستان با غمشریکی و همبستگی کامل در کنارشان ایستادند. همچنین عطا محمد نور، والی سابق بلخ، در مورد حادثه امروز با محکوم کردن این حادثه گفت تروریسم خطر منطقه‌ای و جهانی است که امروز امنیت شهروندان جهان را با خطر مواجه ساخته است. مبارزه در برابر این پدیده مستلزم مبارزه جهانی است و باید ریشه های تروریسم چی در افغانستان تحت سلطه طالبان و چی در جاهای دیگر خشکانده شود. همچنین صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان، این حمله تروریستی را محکوم و ضمن اظهار همدردی با مردم و دولت ایران گفت به تردید تروریسم نمیتواند در مقابل جامعه و دولتی که در راستای مبارزه علیه این پدیده در میدان فکر و عمل پیش قدم بوده است به اهدافش نائل آید. با آن هم خطر این پدیده زشت جدی است و نیاز است در مسیر ریشه‌کنی آن اقدام صورت گیرد. دکتر عبدالله عبدالله با ابراز همدردی با دولت و ملت ایران این حملات دهشت افغانانه و جنایتکارانه را خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی دانسته و آن را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. یک مرد در هرات خوشویش را آتش زد. منابع محلی در هرات گفتند که یک مرد در این ولایت خوشویش را آتش زده است. منابع روز چهارشنبه 13 جدی گفتند که این رویداد در روستای ناب ولسوالی اوبه ولایت هرات به وقوع پیوسته است. گفته می شود که این خانم پس از با آتش کشیدن جان باخته است. علت این رویداد مشکلات خانوادگی عنوان شده است. طالبان به گونه رسمی تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. طالبان در ننگرهار یک تن را به اتهام فروش کودکش بازداشت کردند. مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار گفتند که یک تن را به اتهام فروش دختر یک ساله‌اش در این ولایت بازداشت کردند. فرماندهی امنی طالبان در ننگرهار روز چهارشنبه 13 جدی با نشر خبرنامه‌ای گفته که این فرد در ولسوالی درینور این ولایت بازداشت شده است. به گفته طالبان این فرد دخترش را در بدل 15,000 افغانی در شهر کابل فروخته بود. طالبان گفتند که تحقیقات در این مورد آغاز کردند تا این کودک را دوباره پیدا کرده و به خانواده‌اش تسلیم کنند.
در مورد هویت متهم جزئیات بیشتر ارائه نشده است. با این حال علت فروش این کودک مشخص نشده است. زبیبلا مجاهد: داعش در افغانستان سرکوب شده. زبیبلا مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با تولونیوز گفته است که شمار نیروهای داعش در کشور از 80 نفر بیشتر نیست. سخنگوی طالبان تأکید کرده است که داعش در افغانستان سرکوب شده و تمامی پناهگاه های این گروه نیز از بین برده شدند. و گفته مجاهد، افراد باقی مانده داعش نیز در کشور زیر تعقیب هستند. مجاهد همچنین گفت بسیار کم مانده تا ده ها تن، در حدود 70 تا 80 تن اگر باشند، آن هم متواری هستند و زیر تعقیب قرار دارند. تمام مراکزشان از بین برده شده، تعداد زیادشان در زندان ها قرار دارند، زیر محکمه هستند و تعدادشان زیر تعقیب هستند که انشالله تعداد آنان بسیار کم است و تمامی روزنه هایی که پیشتیبانی می شدن مسدود شدن. سخنگوی طالبان هرچند از کشور نام نبرده، اما افزوده است که حکومت این گروه مانع پیشتیبانی کشورها و حلقه ها از گروه داعش در کشور شده است. این در حال است که طالبان قبلا از حمله نیروهای خود علیه داعش خبر می دادن. در همین حال کشورهای همسایه و منطقه بارها با ابراز نگرانی اعلام کردند که داعش در افغانستان پایگاه های محکم دارند که احتمال نفوذ آنان به کشورهای همسایه نیز وجود دارد، آنچه که همواره از سوی طالبان رد شده است. این در حال است که اخیراً ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان ادعا کرد که اعضای داعش از کشورهای تاجکستان و پاکستان وارد افغانستان می شوند و با این دو کشور در افغانستان دست به اقدامات تروریستی می زنند. تاجکستان و پاکستان اما طالبان را متهم به حمایت از تروریسم و پناه دادن به گروه های تروریستی می کند و به منظور جلوگیری از نفوذ تروریست ها تدابیر امنیتی در مرزها را تشدید کردند. کابلوف: نشست سازمان ملل در مورد افغانستان در نیمه دوم ماه جنوری برگزار می شود. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان می گوید که قرار است سازمان ملل نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. کابلوف این اظهارات را روز چهارشنبه 13 جدی در گفتگو با خبرگزاری تاس روسیه مطرح کرده است. به گفته وی احتمال می رود که این نشست در نیمه دوم ماه جنوری میلادی برگزار شود و نمایندگان کشورهای مختلف در آن صحبت خواهند کرد. او تصریح کرده است در حال حاضر ما منتظر یک تاریخ مشخص برای دعوت از سازمان ملل هستیم، همه در آنجا در مورد آن بحث خواهند کرد. و گفته کابلوف نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان نیز در پایان ماه 24 برگزار خواهد شد. زمیر کابلوف افزوده است امریکایی ها باید پولهای مسدود شده افغانستان را به طور کامل برگردانند. این یک اصل است. بدون این ما خود را در هیچ تیمی با امریکایی ها نمی بینیم. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.